گرفت. یه جورایی از قبل من همیشه دوست داشتم توی اروپا بازی کنم، یعنی هدف اصلی بود تو اسپانیا بازی کنم، حتی قبل اینکه مثلا آمریکا اولین قرارداد حرفه ایمو ببندم. و یه شانس هم بود، نمیدونم گفته باشم اینا، یه شانسی هم بود که یکی یادم بود که تو تیم ما بود، پسر یکی از لژندهای رئال مادرید بود و من توی یو اس بلوز داشتم خوب کار میکردم و سنم خیلی کم بود، یعنی شانس این داشتم که برم ترایال تست بدم مثلا توی تیم کوردوبا، ولی نمیدونم چی شد، عجله کردم یا حالا هرچی. میگم کل این مسیری که توش بودم واقعا فکر کنم درست بوده، باید از این مسیر میرفتم، تکاملم رو طی میکردم، ولی نشد و اومدم ایران و چند سال ایران بودم، شاید سالای عالیم نبود ولی خب سنم هم کم بود، یعنی اونقدر فکر نمی کنم جا افتاده بود که گلر 19 ساله رو تو لیگ برتر بخوام بازی بدم. توقع هم حالا زیاد بود، من خودم توقع خودم خیلی زیاده. راهنم اون سال انقدر وضعیتش عجیب غریب بود، سال دومم ساعت 2 شب بود فکر کنم اولین بار، یعنی فکر کنم یه باشگاه همچین اتفاقی براش میفته یا شاید هم زیاد میفته، 2 شب پاشید بیاید مثلا قرارداد ببند. نه اینجا عادیه. عادیه. رفتم حتی مثلا قراردادم گذاشتم، صحبت هم کردیم با مربی اون موقع، بعد یهو گفتم من اینو نمیخوام، یعنی واقعا من خیلی بیشتر میخوام، یعنی تو خودم میدیدم که نه واقعا میشه اتفاقای بزرگ برسم و این مسیری که دارم میرم چون خوشحالم نمیکنه به جای خوبی ختم نمیشه و فکر کنم دنبال خوشحالیم رفتم و میدونستم دقیقا چی میخوام، بازی تو اروپا، و ترس نداشتم که بیام اروپا تست بدم از پایین شروع کنم. فکر کنم اولین باره که 3 بار پشت سر هم میریم دیگه. خب این نشون میده که ما ظرفمون بزرگ شده و الان وقتی دیگه سود برامون با اقتدار رو یه جورایی راحت که به نظر میاد همین تیم‌ها همیشه مثلا عراق یا خود کره میدونی که چقدر سخت بوده همیشه، از الان باید بزرگ فکر کنیم، به فکر سود از گروهمون باشیم. چرا که نه، چرا ما نه، چرا یه سری تیم‌ها یادم جام جهانی نه ترکیه تا کجا رفت؟ آره ترکیه سوم جهان شده، اون موقع کره چهارم شده، اونا چی داشتن که ما دقیقاً Iran have done the job. They've qualified. چه اتفاقی افتاد؟ بابا رو دیدی یه دفعه گفتی برم دستشو بوس کنم یا نه؟ ماجرای دیگه. من خب می‌دونستم بابا میاد تو استادیوم، بعد یعنی بین نیمه یا بعد بازی نگاه می‌کردم پیداش کنم، پیداش نکردم. بعد دیگه اصلا صعود کردیم، اصلا سامان از اون ته دوید اومد پرید رو دوشم و خوشحال، بعد بانوانم اومده بودن، یه انرژی خاص جدیدی هم بود تو استادیوم. کسایی که دور زمینن و به هر حال میتونن پیج کنن اون قسمت وی آی پی رو، میگفتم با بابامو بیارید پایین دوستم بغلش کنم و اینا، یعنی چیز برنامه ریزی و اینا این نبود. بعدش که یه حوزم اومد یه خود به خود رفتم سمتش و اون اتفاق افتاد و قشنگ بوده، یعنی اون دوست دارم که بهش افتاد دل بود و مثلا گفتم برای تو چون میدونم واقعا خیلی زحمت کشیده. تو بعد از راه آهن رفتی سطح 3 لیگ پرتغال و یعنی میتونم بگم از صفر شروع کردی. یه فصل هم نبود، 4 ماه. چه اتفاقی افتاد که انقدر سریع گرفتن تو رفتی ماری تیمو؟ یه مثلا فکر کنم 3-4 ماهی تیم نداشتم، این یکم به هم یه هینتی داد که امیر تو بدون فوتبال اصلا نمیتونی زنده باشی، یعنی انقدر عشق فوتبال رو اونجا خیلی بیشتر حس کردم و اونجا بود که فهمیدم وای من یه فرصت دوباره میخوام که فقط اصلا حال کنم، یعنی فقط پیشرفت کنم، اصلا مهم نیست چی میشه. بعدش که تونستم برم اونجا اون فرصت رو بگیرم، اصلا تمرینم اون عصر بود، صبح میرفتم 3-4 ساعت جیم، حالا فکر کنم فیلماشو دارم موبایلم میذاشتم، اون موقع خروجامو دوست داشتم پیشرفت کنه، شاید بگم 3 ساعت توپ مینداختم با توپ تنیس، سعی میکردم تو اوج جمع کنم اینا. خودت آره. بعد اصلا این عشقه احساس میکنم کارو انداخت جلو دیگه. ماری تیمو بی اونام تو همون لیگ بودم، اونا خواستم منو و من رفتم اونجا قرارداد ببندم. بعد تیم ماری تیمو هم اینه که مثلا برای اینکه روحیه بدم به بازیکن جدیدی که میاد تو تیم ب، میرن اولین جلسه با تیم اصلی تمرین میکنم و من رفتم تیم اصلی، اونم هم زمان بندی خدا که خیلی
بهش اعتقاد دارم این بود که گلر اصلیشون مصدوم شده. بعد من تمرین اولی که با بزرگا بودم رفتم، بعد دیدم من از اونا بهترم، حتی دیگه مثلا یک بارم با تیم ب تمرین نکردم دیگه. یه 4 سال و نیم خیلی خوبی تو ماری تیم هم داشت. De Bruno Fernandes é bom, atenção, Plata vai marcar o Sporting, não deixa a ver. Grande passe de Bruno Fernandes para Gonçalo Plata e o guarda-redes iraniano desta vez muito bem. Bruno Fernandes, بنده خدا تو اسپورتینگ ترکونده بود، عالی بود، گفت یه پایان خوب داشته باشم. بازی آخر از بد شانسیش خورد به تیم شما. آخرین بازیش با من بود؟ آره دیگه، آخرین بازیش بود بعد که رفت منچستر. بازی آخر تلس هم پس آره منچستر. آره میگم دیگه کلا مشکل داره با من. با کسایی که میرن با شیطونای سرخ مشکل. Bruno Fernandes, bola tensa, agarra Amir, já largou duas vezes. چند تا سیو خیلی خوب داشت. اومد لیگ برتر به هر کی دلش می‌خواست گل زد، فقط به تو نتونست گل بزنه. چرا؟ یه دونه فکر کنم 2018 بود پنالتی. پنالتی بهت زد. تو جریان بازی بهت گل نزد. ولی واقعا به نظر من تو لیگ پرتغال بهترین بازیکنی که جلوش بازی کردم بود. اصلا یه شوتی میزد یه هوف میکرد، من گفتم اوت میخورد به تیر، میگفتم شوک. Bola para dentro, Bruno Fernandes vai para o pontapé, que tiraço! Que tiraço de Bruno Fernandes! دقیقاً این اتفاق واسه الکس تیس هم رخ داد، یعنی بازی آخرش بود، پنالتی شد، پنالتی هم خوب میزد. اولین برد تاریخ ماریتیما بود تو ورزشگاه دراگاو، اگه اشتباه نگم. تو دراگاو، آره، اشتباه. چون آخه واقعا هم پنالتی نبود، یعنی اصلا خودشون هم یه جوری خندهشون گرفته بود. توی اون لیگ داور خیلی به نفع بنفیکا سپورتینگ پورتو سوت میزنن. آیتاره می با شماست. کدوم دوربینه؟ بعد مثلا گفتم داری میری منچستر، آم مبارکه و اینا، بازیکن بزرگی هستی و اینا. بعد دیگه یکم داد و شروع کردم چیپ می برو اینا که وایرال شد دیگه. منم یکم وقت تلف میکردم و میرفتم تو مخشون، به خاطر اینکه تیم ما خب اندازه اونو قوی نبود دیگه، باید یه جورایی یکم این کارا رو هم میکردیم. و یه کوچولو بعد مربیمونم واه آنگولایی بود، ضد فوتبال شدید. اول فصل اومدم میگفت من دستمو بردم بالا خودتو میندازی زمین. بعد من اصلا بعدم میاد اینم از اول بازی تا آخر بازی میگفت دستش بالا بود. بعد دیگه حالا من از ده باری که گفت دو سه بار انداختم، ولی مثلا اونو مهدی میگفت بعدش میاد و اگر نمیگفتن مثلا بازی خیلی خوب کرد. ainda Sérgio Oliveira o cabeceamento e quase a marcar o Porto à segunda também não consegue porque Amir ergue o muro na baliza madeirense. É a primeira defesa de Amir Gida que está ali na zona da pequena área. O guarda-redes quase não consegue projetar. الان خود مهدی هم به نظر من واقعا لایق این هست که یه تیم بهتر بره. به نظرت کجا بازیش میکنه؟ مثلا مثل تو لالیگا بیاد، بره انگلیس، کجا بره به نظرت؟ من دوست داشتم بره میلان. میلان چون فکر کنم جدی هم بود، انشالله که یه اتفاق خوب براش توی تابستون بیفته. تو یه روز خاطر انگیز هم داشتی تو بازی مقابل کاسیاس، مقابل پورتو جلوش بازی کردی و خیلی هم خوب بودی. من کاسیاس رو موقعی که رئال مثلا یه توپ گرفته از سویا رو خط، دو تا سیو عجیب غریب داشت. اونا رو من همیشه هایلایتاشو نگاه میکردم، خیلی دوست داشتم اون رفلکسش و سریع بودنش رو توی گل. یا مثلا اون بازی احساسی که با لورکوزن اومد تو، مثلا حق انگار احساس کرد به حقش رسیده. اونا رو همیشه میدیدم، یکی از الگام واقعا بود. برای همین وقتی که تو میای بعد کلی سال جلو الگوت قرار میگیری، یه حس خوبی بهت میده که امیر یه توی مسیر درستی هستی، داری یه کاری درست انجام میدی. گلر محبوبت کیه؟ الگوم که دیگه پدرم همیشه میدونید دیگه. بجز بابا؟ کسبه رو من خیلی دوست دارم. کسبرش من یه غیر ممکن رو ممکن کرد دیگه، یعنی یه کسی که من سیتی بود گذاشتنش کنار، رفت از پایین خودش رو کشید بالا، از زیر سایه پدرش اومد بیرون، لستر قهرمان شد، یه دونه کاپ دیگه هم گرفتن دیگه. آره اف ای کاپ هم تونستم بگیرم. اف ای کاپ هم گرفت. لیگ دوی اسپانیا و تیم پونفرادینا، از این انتقاله بگو و اینکه چه هدفی پشت سرش. من اونقدر آشنا نبودم با همون تیم پونفرادینا،
طبیعی بود. وقتی خود من خیلی شناخت زیادی نداشتم، طبیعی بود که خب مردمم یه ریاکشن عجیبی داشته باشن و فکر کنن که اشتباس. ولی خب من همیشه دوست داشتم برم اسپانیا، یعنی اون حسی که توم اومد این بود که برو توی مارکت اسپانیا و همون روندی که تو پرتغال داشتی تو اسپانیا بروش، به خاطر اینکه اسپانیا بیشتر خوشحالت میکنه. الان هم فکر میکنم همه اون کسایی که میگفتن شاید اشتباس، فکر میکنم نظرشون رو برگردن. Sigue Jesse, insiste una y otra vez al palo. Muy buena opción, la toca Mir lo suficiente para que vaya el balón al palo. لیگ دوی اسپانیا یا لیگ یک پرتغال کدوم سطحش بالاتره؟ اگه سه چهار تا تیم تاپ پرتغال رو بذاری کنار با اختلاف لیگ دو، به خاطر همه چی امکاناتی از لحاظ حرفه‌ای خیلی همه نزدیک، رقابت و خیلی رو زمین و مثلا تاکتیک و همه تکنیکی هم. Pero luego esos empates te... ¡Uf! ¡La caza! ¡Y la mano de Amir! ¡Pulsa el centro cerradito buscando! ¿Pishnabat de Sevilla jeti bud? خودم که مستقیم با باشگاه در تماس نبودم، ولی دو سه تا باشگاه همین سبکی با باشگاهمون صحبت کردن. ایجنت هم بهش گفته بودم که دوست دارم فصل رو تموم کنم چون یه روند خوبی دارم. الان حس نمی کنم وقت تغییر باشه، دوست دارم با ثبات‌تر یه فصل خوبو داشته باشم. ایشالله تابستون یه اتفاق خوب میافته. آرزوت بازی تو کجاست؟ کدوم تیم؟ کدوم لیگ؟ 4-5 سال پیش میگفتم، ولی الان به یه باور رسیدم که شاید تیم حریفش بخواد برم. میری دوستش داشتم برم. کجا؟ بگو. برای همین همه تیمای تاپ اسپانیا که یا رئال یا بارسا دیگه. فکر کنم رئال تیم محبوبته و میگی که اگه بارسا دیگه الان هر چی خدا وای ترشتگن حواست جمع باشه. بهترین سیو تو همه این سالا تو این چند سال اخیر کدوم سیو بوده که میگی این شاهکار من بود؟ این هفته که بازی داشتیم چند تا خوب داشتم، اون دوست داشتم سومیه بال بود با گزارش کردم یه هتریک پرادون یعنی سی سیو بال بود جملش هتریک بال بود. فکر کنم هتریک هم دوست دارم. هتریک تو دوست داری. Llegar a la pelota Ratiu, el envío es bueno, la parada de nuevo de Amir, queda el balón suelto, Amir una vez más tirando de reflejos dejó la pelota muerta. بابام تمریناش همیشه اصولی بوده، شاید هم سخت ولی اصولی بود. من واقعا میگم تکنیک گلری و مدیون اونم، یعنی فقط همین یه دریافت کردن و چون خودم احساس میکنم خوب جمع میکنم، حالا خیلی باید بهتر بشم، ولی همین اینو خیلی کار من رو انداخته که از پدرم دارم. Bola para Pedro Rebocho, grande cruzamento de Rebocho, Amir, com uma mão apenas. Amir یا احمد رضا؟ احمد رضا بدون مکس. ولی من خودم احساس میکنم دو تا ستوری دارم، دو تا داستان دارم. یکی که اونور دارم، خب کسی اونقدر داستان من و پدرم رو نمیدونه دیگه، یعنی من امیر اومده مثلا پرتغال شده. یه داستانم اینوره، یعنی با جفتش دارم حال میکنم.